آیا کار دانشجویی به شما کمک میکنه که بعد از تحصیلتون بتونید راحت تر کار مرتبط با رشتهتون رو پیدا بکنید یا نه توی این ویدیو میخوام باهاتون در مورد کار دانشجویی و اهمیتش توی آلمان صحبت بکنم سلام بچه ها خوش اومدین به یه ویدیوی دیگه با من همونجوری که بهتون گفتم این ویدیو در مورد کار دانشجوییه و میخوایم به این اشاره بکنیم که کار کردن توی دوران تحصیل چه تأثیری میتونه توی آینده برای کار پیدا کردن ما داشته باشه البته اینو در نظر بگیرید چیزهایی که اینجا من دارم میگم خب خیلی هاش مربوط به آلمانه توی سیستمی که اینجا وجود داره و شاید تو جاهای دیگه متفاوت باشه اول بیاین بریم سراغ مدل دانشگاه هایی که توی آلمان هست خب دو تا مدل عمده برای درس خوندن توی آلمان توی دانشگاه یکی همون مدل یونیورسیتی هست یا همون به قول آلمان یا اونیورزیتت و مدل دیگه ای که هست خوخشوله هست حالا تفاوت این دوتا چیه؟ اینجوریه که اونیورزیتت بیشتر تئوریه و بیشتر روی مفاهیم و ریسرچ تمرکز میکنن. ولی شوله یه حالتی بین عملی و تئوری هستش و بیشتر با بازار کار هم بچه ها رو آشنا میکنن و مدل کار کردن رو بهشون آموزش میدن. خیلی ارشته هستن که پراکسی زمستر دارن یعنی 6 ماه شخص باید بره توی شرکتی به عنوان کارآموز کار بکنه اونجا خب این خیلی کمک میکنه که با سیستم کار کردن سیستم شرکت ها و مدل کار آشنا بشه شاید مثلا توی این دوران پراکسی زمستر خیلی کارای تخصصی و سنگینی ندن بهشون شاید کار عادی باشه ولی خب همین که با محیط کار آشنا بشن خودش یا مزیت محسوب میشه. و خب شرکت ها بعدا وقتی که بخوان یه نفر رو استخدام بکنن اینکه اون فرد چقدر تجربه داره چقدر توی محیط کار بوده چقدر از کار رو بلده این چیزا براشون اهمیت پیدا میکنه و خب میتونه بعدا روی میزان حقوقتون هم حتی تاثیر بذاره خب اگه شما پرکسی نداشته باشید چجوری میتونید این مهارت ها رو توی خودتون قوی بکنید چجوری میتونید رزومتون رو بهتر بکنید یکی از کارهایی که شما میتونید انجام بدید اینه که تو دوران تحصیلتون کار دانشجویی مرتبط با رشتهتون رو پیدا بکنید ولی این کارها رو چجوری میتونید پیدا بکنید خب این کارها بیشتر به عنوان ورک شناخته میشن یعنی کار دانشجویی و شما میتونید از وبسایت های مختلف مثل ایندید، استپ لینکدین این کارا رو پیدا بکنید و به شرکت هایی که مربوط به کار شما برشته و رشته شماست رو پیدا بکنید و ببینید که آفرهایی که برای دانشجوها دارن چیا هستش یا اینکه اگه فرد رو میشناسید که توی شرکتی کار میکنه که به رشته شما مرتبطه میتونید از اون درخواست بکنید که شما رو به شرکت معرفی بکنه که معمولا این مدل خیلی بهتر جواب میده چون که شرکت ها در وحل اول ترجیح میدن افرادی رو استخدام بکنن که مورد اعتماد کارمندهای خودشون هم باشه چون این باور رو دارن که اون آدم خب حتما این توانایی رو داره که این شخص اونو معرفی کرده به اینجا از روش های دیگه اینه که شما میتونید برید از دانشگاهتون بپرسید ببینید که اونا چه کمکی میتونن به شما بکنن برای کار پیدا کردن. دانشگاه ها توی آلمان تا اونجایی که من دیدم واقعا تلاش میکنن که دانشجوهاشون بتونن فرصت خوبی رو پیدا بکنن یکی از این زمینه ها معمولا پیدا کردن کاره شما میتونید برید ببینید که توی دانشگاهی که دارید درس میخونید کدوم قسمت هست که به شما میتونه کمک بکنه برای پیدا کردن کار اونا معمولا شاید خودشون با یه سری از شرکت ها در ارتباط باشن. یا بتونن حتی رزومتون رو بررسی بکنن یا بهتون پیشنهاد بدن که چه تغییراتی توی رزومتون بدید یا چجوری میتونید اپلای بکنید که کاری که دلتون میخواد رو پیدا بکنید واسه همین سعی بکنید که این موارد رو توی دانشگاهتون پیدا بکنید تا بتونید از این فرصتهایی که هست به بهترین نحو استفاده کنید ولی خب دقت بکنید ما اینجا داریم در مورد کار دانشجویی مرتبط با رشته حرف میزنیم وگرنه خیلی از کارها هستش که به صورت مینی جاب یا حتی بازم به عنوان ورک استودنت هستن که شما میتونید برید اون رو انجام بدید ولی هیچ رفتی به رشته شما نداشته باشن چیزی که اینجا اهمیت پیدا میکنه اینه که شما بتونید کار مرتبط با رشتهتون رو پیدا بکنید و وقتی که شما کار دانشجویی پیدا بکنید و یه مدت توی اون شرکت کار بکنید میبینید که محیط کار چجوریه، چه جوریه چه های شما بلدید و یا چه مهارتهایی لازم دارید که یاد بگیرید که بعدا بتونه توی شغل اصلیتون تو بهتون کمک بکنه این در نظر بگیرید اگه شما برید توی شرکتی و خب مهارت مختلف رو یاد بگیرید کارهای دانشجویی رو انجام بدید اگه اونجا کارتون خوب باشه و بعدا نیرو بخوان حتی بعد از اینکه درستون تموم شد احتمال داره مستقیم همون شرکت شما رو استخدام بکنه و خب این میتونه یه قدم رو به جلو باشه برای شما چون که وقتی که درستون تموم میشه دیگه نگران این نیستید که کجا اپلای بکنم آیا منو میگیرن نمیگیرن چون میدونید که از همون دورانی که شما دارید کار دانشجویی انجام میدید بهتون این پیشنهاد دادن که بعد از درس خوندنتون هم همینجا استخدام بشید پس همونجور که بهتون گفتم کلا اینکه شما یه رزومه خوبی داشته باشید سابقه کاری داشته باشید میتونه بهتون به پیدا کردن کار کمک بکنه ولی خب این هم نیست که اگه شما سابقه کاری خوبی نداشته باشید اصلا نتونید کار پیدا بکنید خب این موضوع متناسب با رشته و اینکه توی چه شهری هم هستید شاید متفاوت باشه و شما میتونید حتی اگه سابقه کاری هم نداشته باشید باز هم کار پیدا بکنید ولی خب این براتون شاید زمان بر باشه چون که باید جاهای بیشتری اپلای بکنید شاید خیلی جاها جواب منفی بگیرید ولی اصلا ناامید نشید همین جوری ادامه بدید برید قشنگ بخونید تو اون مسیرای شغلی که شما میتونید اپلای بکنید چه اسکیل ها و چه مهارت هایی لازمه اونا رو کم کم یاد بگیرید رزومتون رو بهتر و بهتر بکنید اگه جایی میبینید که میتونید به صورت کارآموزی کار به انجام بدید و به رزومتون کمک میکنه حتما اون کار رو انجام بدید و اولش منتظر این نباشید که یه آفر خیلی خفن و یه چیز خیلی عالی بذارن جلوتون باید کم کم این سابقه کاری رو بسازید مهارتتون رو بالا ببرید تا اینکه بتونید یه جایگاه خیلی بهتری توی کار پیدا بکنید نکته دیگه هم که هست اینه که شما وقتی که دانشجو هستید باز اگه کار دانشجویی ندارید یا کارآموزی انجام ندادید میتونید زمان خالی بین ترماتون برید شرکت های مختلف و اگه کارآموز میخوان حتی به صورت رایگان براشون کارآموزی انجام بدید این میتونه یه روش باشه که بتونید شما حتی بعدا اونجا کار دانشجویی پیدا بکنید یا اینکه بعدها توی اون شرکت باز استخدام بشید پس کار دانشجوی رو دست کم نگیرید البته کار دانشجویی مرتبط خیلی میتونه تاثیر بذاره براتون توی اینکه بعدا بتونید شغل بهتری پیدا بکنید شرکت بهتری بتونید استخدام بشید خیلی عادی اینجا که تو دوران تحصیلتون شما برید و یه جایی کار بکنید امیدوارم این ویدیو هرچند کوتاه براتون مفید بوده باشه و بهتون این انگیزه رو بده که تو دوران تحصیلتون بتونید برید و یه کار دانشجوی خوب پیدا بکنید مرسی که تو این ویدیو به من همراه بودید ویدیوهای دیگه کانالم حتما ببینید لایک like و سابسکرایبم یادتون نره